پرژن BMS تقدیم می کند. و حالا این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، این ما و این هم خبرنگار. خبرنگار دوستان و همراهان خوب خبرنگار، نوشین آگاهی هستم، به شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. در بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز مروری داریم بر بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی، اما قبل از اون نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. مخالفت با مرخصی استعلاجی رضوانه احمد خانبگی، فعال مدنی زندانی در ایران. سازمان عفو بین الملل میگوید حکومت ایران بارها هشدارهای مکرر مقامات زندانها درباره شیوع ویروس کرونا را نادیده گرفت. و بازداشت و اجرای حکم بیش از 50 فعال مدنی ترک در یک ماه. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما در حالی که چند روز گذشته 6 تن از پیروان آیین بهایی که در یمن توسط مقامات حوثی در منطقه صنعا برای چندین سال صرفاً به دلیل اعتقادات مذهبیشان زندانی شده بودند آزاد می شوند، هر روز تعداد بیشتری از شهروندان بهایی در ایران زندانی و به طور روزافزونی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی که از افزایش آزار و اذیت علیه بهایان ایران خبر می‌دهد آمده است، از ابتدای سال 2020 میلادی و علارغم تداوم بحران بهداشتی، مقامات حکومتی ایران پیگرد قضایی بهایان را که به دلیل اعتقادات مذهبی آنان است تشدید کردند و بیش از 100 بهایی را در استانهای بوشهر، فارس، اصفهان، کرمان، خراسان جنوبی، تهران و یزد هدف قرار دادند. علاوه بر این با وجود درخواست‌های بین المللی برای آزادی زندانیان وجدان به دلیل بیماری همگیر کرونا، هنوز تعدادی از بهائیان در حبس به سر می‌برند. این بیانیه همچنین از موج حمایت کشورهای اروپایی از بهائیان آزار دیده در ایران خبر می‌دهد و می نویسد وزیر امور خارجه کشور لوکزامبورگ آقای ژان آسلبورن در نامه‌ای خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تشدید آزار و اذیت بهایان ایران بزرگترین اقلیت غیر مسلمان این کشور را محکوم کرده است. این نامه نمونه ای از موج جدید حمایت از بهایان ایران توسط اعضای پارلمان اروپا، همچنین تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و چهره‌های برجسته در کشورهای آلمان، نروژ، سوئد، انگلستان، فنلاند و ایرلند است. در خبرنگار هفته آینده پیرامون مفاد این بیانیه گفتگوی جامعی رو خواهیم داشت با آقای دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا. اما در این بخش از خبرنگار امروز به شمعی از تجربه های چند زندانی بیگناه سابق از زبان خودشان و یا عزیزانشان گوش می کنیم. تجربه هایی که نه فقط شاهدی است از فقدان عدالت در احکام ناعادلانه زندان، بلکه حکایتی است از بلندی روح، استقامت و پایداری این افراد و هزاران انسان بیگناه دیگری که در طی 40 سال گذشته به خاطر باورهای قلبی و اندیشه‌های بلند انسانی و یا فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به سر برده و می‌برند.
یک روز زمستانی وقتی از سر کار به منزل برگشتم، خبردار شدم که از طرف دادگاه انقلاب تبریز نامه احضاریه‌ای برایم فرستاده شده و جهت پاسخگویی به پاره سوالات مرا خواستند. وقتی که به دادگاه انقلاب مراجعه کردم، چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفتم. از سابقه خودم و فامیل و بستگان پرسیدند و بالاخره مرا به اتهام انتساب به فرقه زاله بهایی و فعالیت به نفع آن بازداشت کردند که این بازداشت من 10 ماه طول کشید. در این مدت من یک زندانی بلا تکلیف بودم، چون هنوز به دادگاه نرفته بودم و کلن در آن زمان ضوابط و مقررات نامشخص و مبهم بود. یک زندانی نمیتواند حدس بزند که آزاد شدنی است یا اعدام شدنی. حتی برخی از زندانیان محکوم که مدت محکومیتشان سر آمده بود هنوز در زندان بودند و بعضی هم اعدام شده بودند. و همین مطلب بیشتر باعث نگرانی زندانیان می شد که وضع غیر قابل پیشبینی بود. زندانیانی که مدتی در زندان بودند به من توصیه کردند که همیشه هدفت این باشد که امروزت را به سلامت به شب رسانی و خود را نگران روزهای دیگر نکن. از سخت‌ترین تجربه های زندان من این بود که بعد از اولی ملاقاتم با مادرم متوجه شدم که بعد از من خانم برادرم نیز دستگیر شده و بچه های برادرم که 2 سال پیش پدرشان اعدام شده بود با مادرم تنها ماندند که همگی احتیاج به کمک و سرپرستی داشتند. دیگر از خاطرات بعد زندان من این بود که یک روز خبر رسید 2 تن از دوستان بهایی من که در بند دیگر زندان بودند اعدام شدند. خبر از دست دادن این دوستان از یک طرف و نصیحت ها و توصیه های همبندی ها از طرف دیگر که بهتر از توبه کنی و خود را نجات دهی و از این قبیل پیشنهادات بیشتر مرا آزار داد. از تجربه های خوش زندان این بود که همبندی های من از گروه های سیاسی و تحصیل کرده بودند که با زندانیان بند عادی تفاوت زیادی داشتند. بیشترشان اهل مطالعه بودند و گروه های مطالعه ادبیات یا تاریخ یا موضوعات دیگر تشکیل داده بودند و من نیز توانستم با شرکت در این کلاس ها خود را سرگرم کنم. و البته امکان آشنایی و تحکیم دوستی در زندان به خاطر وقت زیاد بیشتر است. از این نظر دوستان خوبی پیدا کردم. من خودم تجربه زندان بودن رو ندارم، ولی دوست دارم براتون از یکی از خاطراتم و زندانی شدن عزیزترین کسانم صحبت کنم براتون. پسرعموی عزیز من مردی تحصیل کرده، شاعر، بسیار محبوب همه عالم و دنیا از خوبی. یک روز متاسفانه چند نفر بهشون حمله میکنن در مسیر اومدن به خونه، دستگیرشون میکنن و برای مدتی ازشون زن و بچه و ما همه بیخبر و نگران، تا اینکه بالاخره به خانومش اطلاع میدن که ایشون در زندان هستن و میتونن برن ملاقاتی، که خانومشون با دارو و وسیله ها میرن به طرف زندان و ملاقات همسرشون. خوشبختانه لااقل از سلامتی ایشون با اطلاع میشن که در زندان هستن و مطلع میشن کجا هستن. در بیرون ببینیم ما این سالهایی که ایشون زندان بودن چه ها کشیدیم، همه خانواده، به خصوص مسلمان همسر و بچه هاشون. و حالا که آزاد شدن و با ایشون صحبت میکنیم و میگیم چقدر ما ناراحت بودیم، نگران شما بودیم، میگه شما برای چه ناراحت بودیم؟ برای چه نگران بودیم؟
مگه من کار بدی کرده بودم؟ من به علت دینم که بهایی بودم منو زندان کردن و خودم هم اونجا ناراحت نبودم چون گناهی نکرده بودم. و تعریف میکنه که در اونجا چقدر خوشبختانه زندانی ها بدون تعصب و خرافات با هم واقعا دوستانه زندگی میکردن، به هم کمک میکردن، اگه مریض میشدن به هم دیگه کمک میکردن و دور هم جمع میشدن روزها با هم دیگه، هر کسی از دین و مرام و باوری که داشت دعا مناجات میخوندن بدون تعصب. و آخرین چیز تعریف میکنه وقتی که میخواست از زندان بیاد بیرون، همه زندانی ها همدیگر رو بغل میکردن و برایشون گریه میکردن که داره خارج میشه، یا برای هر کس دیگه که از زندان خارج میشد. امیدوارم که همه دوره هم بتونیم یک روزی بدون تعصب و خرافات زندگی خوبی دوره هم داشته باشیم. حضرت بهاءالله میفرماین ای دوستان، سراپرده یگانگی بلند شد، به چشم بیگانگان یک دیگر را مبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. خب من بعد از اینکه با همسرم که بهایی هست ازدواج کردم، از ایران خارج شدم و سالها خارج از ایران در اروپا و آمریکا زندگی کردم و بعد شرایطی پیش اومد که میخواستم مادرم رو ببینم، به خاطر که ایشون به شدت مریض بودن و نگران این بودم که مبادا همونطوری که در غربت و در مهاجرت پدرم رو از دست دادم بدون اینکه بتونم ایشون رو ببینم، نکنه همین اتفاق در مورد مادرم بیفته. بنابراین تصمیم گرفتم که روانه ایران بشم و مادرم رو ببینم. به محض اینکه به ایران رسیدم، توی فرودگاه امام خمینی پاسپورت من رو گرفتن و بعد از مدتی بازجویی و سوال و جواب من رو به زندان اوین فرستادن. یک هفته در انفرادی بودم و مدت دیگری هم در بند عمومی. تجربه زندان انفرادی واقعا میتونم بگم یک تجربه مهیبی بود. من اصولا آدمی هستم که توی زندگی عادیم زیاد توی خونه نمیمونم و همیشه دوست دارم که توی دل طبیعت باشم و اگر کاری ندارم و اوقات فراغتی دارم، همیشه سعی میکنم که بیرون از خونه اوقاتم رو سپری بکنم. بنابراین آدمی با این روحیات وقتی توی یک اتاق یا سلول 2x2 متری قرار میگیره که فاقد هر گونه شرایط آسایش و آرامش هست، مثلا نه تلویزیونی هست، نه تختی هست، نه بالشتی هست، نه کتابی هست که آدم خودش رو باش سرگرم بکنه، اون تجربه واقعا مهیبی میتونم بگم که هست برای آدم. و مدام افکار مختلف به ذهن آدم هجوم میاره که چه خواهد شد، الان به عزیزان من چه میگذره، شرایط خودم چطور خواهد بود، در گذشته چه اتفاقاتی برام افتاد، چرا من اینجا هستم بدون اینکه مرتکب هیچ جرم یا گناهی شده باشم، و سوالات بسیار بسیار زیاد. زندان همه چیزش سخت و ناگوار هست. تجربه شیرینی واقعا شاید در دلش به اون صورت به وجود نیاد، مگر اینکه آدم با همبندی ها و انسان های دردمند دیگه آشنا بشه که احساس بکنه که واقعا اونها هم شرایط سختی در زندگی رو دارن تحمل میکنن. خب من سختی های زیادی داشتم، مخصوصا اینکه میدونستم مادرم مریض احوال هست و به شدت نگران در زندان بودن منه. میدونستم که همسرم که در خارج از ایران زندگی میکنه به تنهایی باید زندگی رو پیش ببره. نگران کار ایشون بودم، نگران وضعیت روحی ایشون بودم، نگران اینکه چطور از پس شرایط برخواهد اومد، با اینکه میدونستم که به اندازه کافی قوی هست، ولی آدم همیشه نگرانی هاش در این شرایط چندین و چند برابر میشه. آدمای توی زندان آدمایی نیستن که شما حتی در بدترین شرایط به اونها به عنوان مجرم نگاه بکنین. برای من همه اونها آدمهایی بودن که قربانی شرایط بودن تا اینکه خودشون تصمیم به کارهای ناسواب گرفته باشن. آدمهای مختلفی اونجا بودن، آدمهایی که درد مشترکشون در زندان بودن بود، با پیشینه های مختلف، با وضعیت های
خانوادگی مختلف، ولی در مجموع همه دارای خصایل انسانی خوبی بودن و افرادی که من باهاشون در تماس بودم اینها همه واقعا قربانی اون شرایطی بودن که جامعه و حکومت بهشون تحمیل کرده بود، نه اینکه خودشون فاقد قدرت تصمیم گیری و انتخاب باشن. اما متاسفانه ما میدونیم که شرایط ایران به گونه‌ای هست که آدمها رو هول میده به سمت انجام دادن کارهایی که شاید در یک شرایط عادی افراد نخوان دست به اون کارها بزنن. اون چه که در زندان آدم رو امیدوار میکنه اینه که فکر بکنه که آدمهایی که براش عزیز هستن و بیرون از زندان هستن خوب و قوی هستن و در زندان بودن آدم خللی بر روحیه اونها وارد نمیکنه. یعنی خود زندانی، خود فرد زندانی بیشتر امیدواره که دیگرانی که بیرون از زندان هستن قوی بمونن و بتونن که از پس شرایط سخت زندان بر بیان و میتونن از اون شرایط عبور بکنن. و غیر از اونها امیدی که من داشتم این بود که فکر میکردم به هر حال اون هم یک مقطعی از زندگی که خواهد گذشت و شاید خداوند برای من مقدر کرده که اون شرایط بسیار سخت رو هم تحمل بکنم و درونم قوی تر و مستحکم تر بشه نسبت به دنیای اطرافم. در حدود 36 سال پیش که برادر شوهرم رو خواسته بودن زندان بره چند سوال جواب بده، وقتی ایشون رفتن چون بر نگشتن من به مادر شوهرم رفتیم ببینیم که اشکال چی بوده، چرا بر نگشته. بعد از من سوال کردن، بعد منو نگه داشتن و مادر شوهرم رو میخواستن نگه دارن، منتها من گفتم بچه هام تو خونه تنها هستن، این پیرزن رو برای چی نگه میدارین؟ گفتن که خب الان بچه های شما پیش کی هستن؟ گفتم یک همسایه. من پرسیدم همسایه شما مسلمونه یا باهایی؟ گفتم مسلمون. وقتی گفتم مسلمون گفتم باشه، به قید ضمانت آزاد میکنیم، که 100 هزار تومان ازش ضمانت گرفتن و بعد منو نگه داشتن. چند سال قبل از اینکه من گرفتار بشم، در حدود سال 60 شوهرمو به خاطر اعتقادات باهایی تیرباران کردن و چند ماه قبل از اون پدر شوهرمو دو مرتبه به خاطر همین اعتقادات دیانت بهایی تیرباران کردن، بعد تمام اموال رو مصادره کردن. من در حدود 10 ماه که زندان بودم تقریبا هر ماهی یه بازجویی داشتم و هر وقت که ما میرفتیم یه فرمی بود که مثل که قبلا آماده کرده بودن، یکی یکی فرم اسم و همه چیز رو میپرسیدن تا میرسیدن به مذهب، در آخر نوشته بودن مذهب. بعد خب البته من باهایی بودم، می نوشتم باهایی. بعد اون آقای بازجو می خوند، بعد می گفتش که شما اگر که بنویسین مسلمون ما شما را آزاد می کنیم و تمام ثروت از پدر شوهر و شوهرتون که مصادره کردیم بهتون بر می گردونیم، کارتو که از دست دادی بهت می دیم. من چون باهایی بودم پاکسازی شده بودم از کارم، شما را کارتون رو بهتون می دیم و میتونین زندگی خوبی داشته باشین. و من در این موقع پرسیدم آیا شوهر منم به من برمیگردونین؟ بعد این آقایی که بازجو بود عصبانی شد، گفتش برین توی سلول خودتون. همیشه هر دفعه هم به من میگفتن که شما را اگر نخواین انکار کنین، همیشه میگفتن اگر دیانتتون رو انکار نکنین شما را مثل پدر شوهر و شوهرتون خواهیم کشت. و من هیچی نمی گفتم دیگه، همینطور ساکت می شدم. بزرگترین نگرانی من از بچه هام بود که بچه هام خیلی کوچیک بودن، یکیشون 5 سالش بود اون موقع و یکیشون 7 سالش بود. من خیلی نگران بودم که بچه هام تنها هستن، بچه هام پیش مادر شوهرم هستن، مادر شوهرم پیر بود و همهش نگران بچه ها هستم، که چون اول نذاشتم بچه ها بیان حتی منو ببینن، چون نمیخواستم، فکر میکردم روحیهشون اثر میکنه، خیلی ناراحت میشن، چون بچه نمیدونه که واقعا برای چی مادر یا پدرش تو زندانه. همهش نگرانشون بودم که چطوری تیکر میشه از بچه من، اگر مریض بشن
مادر شوهرم چی کار میکنه و همش نگران این چیزا بودم. اول که من رفتم تون زندان که مال زندانای سیاسی و عقیدتی بود، تقریبا 160 نفر اونجا بودن. اکثرا تحصیل کرده بودن، آدمای روشنی بودن، خیلی مهربون بودن، خیلی به من مهربونی میکردن. یکی از اونها که 18 سالش بود و به من گفت 14 ساله بوده توی زندان اومده و زانوهاشو خیلی درد داشت و میگفتش به خاطر که به من خیلی شلاق زدن و خیلی درد داشت، بچه 18 ساله، دختر 18 ساله جوون. بعد اون خیلی مهربون بودن و به من هر شب ایشون، برای که من درد زیادی به گوشام داشتم، هر شب یک مقدار نمک رو میذاشت توی تابه اونجا داشتیم، گرم میکرد توی آشپزخونه اونجا، بعد میریخت توی یک کیسه پارچه‌ای و هر شب ساعت 12 اینو برای من درست میکرد تا من بتونم بخوابم و من تا ساعت 4 صبح اینو زیر گوشام نگه میداشتم و دردم کم میشد تا 4 صبح میتونستم بخوابم. زنان دختران که زندان موندن خیلی با من بیشتر مهربون شدن وقتی فهمیدن که من بیگناهم و به خاطر دیانت بهایی، به خاطر دینم من آوردن و خیلی به من مهربونی میکردن و همش فکر میکردن که چون بچه هم تنها، اونا هم سعی میکردن تشویق کنن که من دیدم و دینای کنم، ولی من نمی کردم. و چون یک عده زیادی خانوم بودن و توی سرصدا من نمی تونستم تمرکز بکنم و دعا مناجات بکنم، وقتی که شب می شد من می شستم دعا مناجات رو می خوندم و چیزی که منو خیلی قوت می داد و منو قدرت می داد که همه چیز اونجا رو تحمل کنم و دوری بچه ها رو تحمل کنم، فقط دعا مناجات بود. دعا مناجات منو امیدوار نگه می داشت که اینا بالاخره حقیقت رو میفهمن که ما دخالتی تو سیاست نداریم، ما کار به هیچ کس نداریم، ما دنبال صلح و وحدت هستیم و تنها امیدم این بود که اینا رو باور کنن و بذارن من برم پیش خانواده‌ام. آها این خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار، تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آهای خبردار، یکی سر چه های نسیم رفته پی ولگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی، توی آسمون
تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من.